همینک آقای فرید خوجه نماینده آلبانی در سازمان ملل با ما هستند. ضمن خوش آمد به شما آقای خوجه، میخوام اولین سوال ازتون بپرسم که این نشست قرار است به بررسی چه چیزی بپردازه آقا؟ اولین که از شما سپاسگزارم، خیلی خوشحالم که اینجا هستم و شرکت میکنم و صحبت میکنم با مخاطبانتون. این جلسه ای که ما میخوایم شروع بکنیم تقریبا کمتر از نیم ساعت دیگه درباره وضعیت جاری در ایران، به ویژه اون اعتراضاتی که الان برای بیش از یک ماه جریان داره، برای در جستجو برای یافتن آزادی و تغییر، در این تغییر که ما به همراه ایالات متحده، در این جلسه که ما به همراه ایالات متحده جلسه تشکیل دادیم، بررسی میکنیم که چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقی داره میفته از دیدگاه آلبانی و البته ایالات متحده و اونهایی که شرکت کردن، و همینطور برای اینی که تشویق کنیم اون زنان و دختران و مردانی رو، اون جوانانی رو که در ایران مطالبه میکنند آزادی رو مطالبه میکنند، حقوقشون رو مطالبه میکنند و کرامتشون رو. هدف این جلسه اینه و این جلسه ای که ما بهش میگیم جلسه غیر رسمی شورای امنیت هست، اعضای این شورا شرکت میکنند، اما کسانی هستند با توجه به خیلی زمان شلوغیه برای سازمان ملل الان در این هفته و در این ماه ها، ما فقط این رو منحصر کنیم به کشورهای عضو، ولی برای همه باز هست و میتونن حضور داشته باشن. این جلسه بازی است و میتونن یا از طریق وب تی ای با اون در تماس باشن. آقای خوجه، ایده برگزاری این نشست از که شکل گرفته و چرا آلبانی در کنار آمریکا برگزاری چنین نشستی رو درخواست کرده؟ این جلسه تقریبا ته هفته های گذشته تشکیل شد، در واقع مطالبه نیاز داشت به یک سری آماده سازی ها، برای اینکه سخنگویان متشخصی داریم، سه تا سخنگوی داریم از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران منظور جاوید رحمان و همینطور دو نفر دیگه، از یکی از اونها دریافت کننده جایزه صلح نوبل بود، شیرین عبادی، و دیگری ما. بنابراین خیلی سخت کار کردیم و هدف ما این بودش که، و دلیل این که ما این جلسه رو تشکیل دادیم و در این حال میخوایم بهش برسیم و هدفی که میخوایم بهش برسیم اینه، خیلی دلیل ساده ایه. آلبانی و ایالات متحده کشورهای متحدی هستند، در اصول با هم دیگه مشترکن از لحاظ حمایت از حقوق بشر و به ویژه برای آلبانی خیلی مهمه این مسئله، کشوری که شناخته شده هست در مورد اینکه، برای اینکه آلبانی میشناسه سرکوب حقوق بشر چیست و چه بوده، مخصوصا از جمله خود من، برای ما خیلی مهمه که برای حقوق بشر به پا خیزیم و از همه در همه جا در ایران، در منطقه، در جهان پشتیبانی کنیم، در حفظ اونایی که میخوان، درخواست میکنن که حقوقشون توسط حکومت هاشون رعایت بشه و همینطور اصولی که باعث میشه که ما در سازمان ملل گرده هم بیاییم، و حقوق بشر یکی از اصول بنیادین سازمان ملل هست. آقای خوجه، بسیاری از ایرانی ها تا صحبت از نشست میشه، نشست هایی میشه، حمایت میشه، انتظار دارن که حمایت ها از حرف فراتر بره و یه مقدار عملی تر به خودش بگیره. فکر میکنین نتیجه یه همچین نشست هایی از نظر عملی چطور است؟ اولی که ما میخواییم به اون کسانی که صحبت میکنن بشنویم حرفاشون رو، میخواییم اون چیزی که اونها میگن رو بشنویم، ببینیم که مقیاس این اعتراضات چی بوده. ما میخواییم بدونیم که صدای کسانی، حرفای کسانی که اعتراض میکنن علیه این محدودیت ها در جمهوری اسلامی ایران، چطور اینها رو میشنویم، واکنش رژیم چی بوده، و ما میخواییم این رو آشکار کنیم، برای اینکه وقتی ما بیانیه‌های رو میشنویم از نمایندگان رژیم اینجا یا جاهای دیگه، واقعا با واقعیت مطابقت نداره. بنابراین این خیلی مهمه که اون اطلاعات دست اول رو داشته باشیم. ما همینطور میخواییم که اعضای این شورا تعامل بکنن در این گفتگوها، در این مباحثات، و نهایتا ما میخواییم حمایتمون رو از این حق بنیادین، یعنی آشکار کردن خودتون، زندگیتون رو اونجوری که دلتون میخواد، در با کرامت، این حق رو ما میخوایم حمایتمون رو اعلام بکنیم. ما میدونیم که وضعیت حقوق بشر در ایران فاجعه باره. در این مورد در کمیته سوم مجمع عمومی صحبت شده در موردش، و بسیار مهمه که ما خیلی اینو مطرح بکنیم. الان این خیلی مهمه، در مهمترین مجمع یا در مهمترین نهادی که هستش در شورای امنیت اینو مطرح بکنیم، برای اینکه رابطه میان احترام به حقوق بشر و احترام بسیار مرتبطه،
نزدیک این رابطه، برای اینکه خیلی از جنگ ها به همین دلیل، به دلیل اینکه حق ها رعایت نمیشه آغاز میشه. و ما میبینیم که خیلی خوشحالیم که این اعتراضات صلح‌آمیز شروع شد و این مهمه و امیدواریم که این بمونه و نباید با دیگر مسائل ادغام بشه و این باید یک حرکت بسیار بسیار ارزشمندی برای آزادی، برابری و کرامت بمونه. ممنون از شما آقای فرید خورجه، نماینده آلبانی در سازمان ملل متحد.